یا اینهالر ها هست با عنوان درای پاودر اینهالر ها. عذر میخوام آقای مهندس، من دسترسی به اسلاید میتونم داشته باشم؟ بله حتما، خیلی ممنون. خواهش میکنم. استاد مدرسی در مورد در واقع فیزیک و پایه آیرسول توضیحات کامل و جامعی رو دادن، پس من یک مختصری در مورد داروهای اینهالر توضیحی میدم که وارد مبحث اصلی که تحت عنوان درای پاودر اینهالر ها هست و در واقع موضوع جالبی هستش که خیلی از در واقع همکارا شاید اطلاعی نداشته باشن یا یعنی اینکه اصلا نحوه استفادهش رو ندونیم، در خدمتتون باشم. خب همونطور که مستحضر هستید، ما داروهای استنشاقی یا داروهای اینهالر رو داروهایی هستن که در واقع اشکال دارویشون به شکل در واقع آیروسول در میاد تا اینکه این افیکیسی دارو بره بالا. خب چه داروهایی رو ما میتونیم به صورت در واقع این شکل استفاده بکنیم؟ گلوکوکورتیکوید ها هست، برونکودایلیتور ها هست، آنتی بیوتیک ها هست، موکولایتیک ایجنت ها هست که همشون توی در واقع مبحث قبلی توسط استاد به طور جامع توضیح داده شدن. با توجه به اینکه آناتومی و فیزیولوژی در واقع راه‌های هوایی توی کودکان و بزرگسالان متفاوت هست، به خاطر همین لازم هستش که ما در مورد دلیوری این ایروسول ها و در واقع اون سیستم هایی که برای دلیوری این ایروسول ها استفاده میشن یک آشنایی و دانش کامل رو داشته باشیم تا بتونیم به صورت در واقع کامل برای بیمارانمون تجویز بکنیم. خب داروهای آیروسول چه در واقع مزایایی دارن؟ مزایایی که این داروها در واقع این نحوی استفاده از داروها نسبت به بقیه در واقع راه های استفاده از دارویی وجود داره این هستش که اینا وقتی استفاده می کنیم ما در واقع به صورت مستقیم به اون سایت هایی که مورد نظرمون هست دارو رو دلیور می کنیم. از طرف دیگه به خاطر اینکه ما در واقع این جهتگیری انجام میشه، به خاطر همین اثرات درمانی رو با دوزهای داشته باشیم. یک مزیت دیگرشون آنست آف اکشن اینها سریعتر هست، به خاطر همین توی بیماری هایی مثل در واقع اکیوت اگزاسربریشن آف آسما اگه استفاده بکنیم ما میتونیم خاصیت برونکودایلیشن رو خیلی سریعتر داشته باشیم. این هستش که بایو اویبیلیتی که این داروها دارن و اثرات جانبی سیستمیکی که میتونن بذارن در واقع نسبت به بقیه کمتر خواهد بود. آیا در بیماری های ریوی از این داروها استفاده میشه؟ که خب گفتیم اصلا موضوع اصلی همین هست. توی چه بیماری های ریه میتونیم استفاده بکنیم؟ خب توی بیماری های کرونیک لانگ دیزیز مثل بی پی دی، مثل سی اف، خب این داروها به شکل آیروسول قابل استفاده هستند. توی بیماری های ابستراکتیو ایروی دیزیز مثل آسما، کانجنیتال امفیزما، برونشکتازی، برونشیولیت و میتونیم ما استفاده بکنیم. توی کروب که حالا توی مبحث قبلی که به صورت نبولایزر بود یکی از روش روهای استنشاقی هست قابل استفاده هستند. و اینکه جدیدتر الان به شکل آیروسول از داروها استفاده میکنیم، از جمله توی در واقع اینتراکتیبل کاف که ما هیچ دیگه راهی برای تجویز دارو نداشته باشیم، ما میتونیم از لیدوکاین استنشاقی به صورت اینهالد شده و یا آنالجزی های استنشاقی استفاده بکنیم و برای مریض یک حالت ریلیف و ریلیز رو ایجاد بکنیم. و در آینده حتی از این داروها استفاده خواهد شد برای دلیوری ژن که این خب جزء مباحث جدیدی هستش که انشالله در ادامه مباحث در خدمتتون خواهیم بود. انواع دیوایس هایی که باعث دلیوری آیروسول میشن تقسیم بندی میشه در سه دسته: نبولایزرها، پرشرایز متردوز اینهالرها یا ام دی آی ها و درای پاودر اینهالرها که همون دی پی آی هست که مباحث بعدی رو اساتید استاد شیرزادی، استاد میرلوهی و سرکار خانم دکتر روشنزمی در خدمتتون هستن و من با مبحث درای پاودر اینهالرها یا دی پی آی در خدمتتون هستم. خب این یک جدولی هستش که به طور کلی مزایایی که PMDI, DPI و نبولایزرها میتونن داشته باشن رو به طور کامل توضیح داده که خب یک جدولی هستش که جدول کاملی هستش، مزایایی که توی اینها وجود داره و در واقع مقایسه‌ای که بین نبولایزر، DPI و PMDI شده برای ما نشون داده.
خب اون نکات مهمی که توی این جدول وجود داره این هستش که ما وقتی میگیم آیروسول داریم میخواییم ذرات به زیر 5 میکرون تبدیل بشن، که این حالت توی در واقع MDI و DPI قطعا همین جوریه، ولی خب در نبولایزرها، حالا نسل جدید نه، ولی نبولایزرهایی هستن که اکثر ذرات زیر 5 میکرون هستن، ولی ما میتونیم ذراتی داشته باشیم که بزرگتر باشه. در مورد پولمونری دپوزیشن PMDI ها خیلی خیلی موثر هستن و در واقع اثرات بیشتر هست و بقیه خب همینطوری که میبینید مثبت منفی گذاشته شده و به این ترتیب خب اون قسمت هایی که خیلی خیلی مهم هستش حالا توضیح دادیم، حالا توی به تفکیک و به دیتیل در بقیه قسمت ها هم توضیح میدم این رو. خب درای پاودر اینهالر ها اولا دیوایس هایی هستن که این مهم هستش که برست اکچوئیتد هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هماهنگ هستن با تنفس خود بیمار، که خب این هم میتونه مزیت داشته باشه هم معایب داشته باشه، که مزیتش اینه که خب نیازی به در واقع هماهنگی نیستش بین بیمار و در واقع انجام این استفاده از این وسیله ها، و معایبش این هستش که خب به یک فلوی جریانی بالا نیاز هست که توی خب دی پی آی برای سنینی که برای بچه ها استفاده میشه باید این رو حتما در نظر بگیریم. اگه در نظر بگیرید دی پی آی ها نسبت به نبولایزر ها تجویز دارو در دی پی آی ها سریع تر هست نسبت به نبولایزر، خب چون که سریع در واقع این کار رو انجام میده بیمار و سریع در واقع به اون حالت میرسه، ولی خب در حالی که برای نبولایزر زمان نیاز هستش که این کار رو انجام بده. حالا در واقع یه نکته مهم دیگه این هستش که درای پاودر دیوایس ها مثل خب حالا تو ادامه میگیم که انواعی دارن مثل توربوهالر ها، دوزیشنی که در ریه ایجاد میکنند مخصوصا از گلوکوکورتیکوئید ها زیاد هست، به خاطر همین در لانگ فانکشن و در واقع تسریع بهبود عملکرد ریه میتونن خیلی تاثیر داشتن، هرچند که دیده شده که اوروفارنجیا ساید افکتی که خب استادم توی اسلایدهای قبلی توضیح دادن توی اینها نسبت به در واقع بقیه دی پی آی ها کمتر هست. خب این شکلی هستش که انواع درای پاودر اینهالر ها یا دی پی آی ها رو برام نشون میده. در شکل A ایرولایزر رو میبینید، B هندی هالر هست، C در واقع نو هالر، دیمون توبی پد هلر هست و ای فلکس هلر که شاید خیلی تون دیده باشید، افش دیسکوس هست یا دیسک هلر و نو ای جی تویس هلر و الیپتوکین. فقط جهت آشنایی همکارا بود که گفتیم از نظر اشکالی که دیوایس هایی که ممکن هستش که دی پی آی رو برای ما دلیبر بکنن متفاوت خواهد بود. یک نکته مهم توی استفاده از DPI ها این هستش که ما اینسپیریتوری پرشر رو واقعا ببینیم که بیماری که براش تجویز میکنیم در واقع این میتونه فلو رو برای استفاده از این یا اون جریان و مکشی که داره استفاده بکنه ایجاد بکنه یا نه. از بین دیوایس هایی که DPI رو ایجاد میکنن حالا ما اشاره میکنیم به دیسکوس و توربوهالر، چون نوع دیوایس و نوع مقاومتی که برای در واقع این مکش جریانی ایجاد میکنه متفاوته، که توی دیسکوس ها توی اونایی که هم فلوی جریانی پایین و فلوی جریانی بالا میتونن برای استفاده از اینها ایجاد بکنن نسبت به توربوهالرها بهتر هست. حتی گفته میشه که برای اونهایی که اف ایوان پایین دارن، یعنی مشکل ریه دارن اف ایوان پایین هم دارن، میتونه قابل استفاده باشه، در حالی که توربوهالرها در واقع های رزیستانت دیوایس ها هستن از بین اینها. یعنی چی؟ یعنی نسبتاً به فلوی جریانی بالا نیازمند هستش که تا اثرات دارو و در واقع این افیکیسی دارو ایجاد بشه. توی ادامه انشاءالله توی ویدیوهایی که هستش نحوه استفاده از این داروها رو خدمتتون تقدیم میکنم. خب PMDI ها یا در واقع Pressurized Metered-Dose Inhaler ها Advantage ها و Disadvantage داره، یعنی مزایایی داریم برای استفاده از اینها و معایب. مزایاشون این هستش که خب به سهولت قابل استفاده هستن، نسبت به نبولایزر ها خب کمتر کم هزینه تر هستن، پورتابلن و همچنین در واقع اون حالت آلوده شدنشون احتمالش کمتر هست و عذر میخوام کانتری دارن که ممکن هستش که این دوزها رو برای شما بشماره، ولی خب معایب هم دارن.
از جمله این معایب چی هستش؟ این معایبشون این هستش که حتما باید یک هماهنگی بین بیمار و این دستگاهی که میخواد استفاده کنه وجود داشته باشه. پس کوهیشن جزء در واقع لاینفک در این توی این دیوایس ها هست. از جمله دیگر معایبشون این هستش که توی اینها ما اگه بخوایم های دوز رو دلیور بکنیم یه ذره سخت هست. پس برای های دوز دراگ دلیوری اینها مناسب نخواهند بود برای ما. حالا اگر توی مبحث بعدی پی ام دی آی ها با هولدینگ چمبر هم توضیح داده میشه که در واقع چی هستن و اینها در واقع نیازمند یک چمبرهایی هستن که این مزایاشون رو بیشتر میکنه. از جمله این احتمال کوردینیشن و نیاز به کوردینیشن بیمار و استفاده از دستگاه رو کمتر خواهد کرد. اما در مورد دی پی آی که مبحث اصلیمون هست، مزایاش چی هست؟ مزیتی که وجود داره این هستش که نیاز به کوردینیشن بین بیمار و دستگاه کم هست. استفاده از اینها سهولت داره، آسون هست، یعنی قابل جابجایی هستن. پورتابل هست و گفتیم بریس اکچوئیتد هست و خیلی هاشون که همشون تقریبا میتونیم بگیم که دوز کانتر دارن و شما میتونید دوزی که استفاده میکنید چند دوز استفاده کردید رو ببینید. و اما مزایاشون چیه، معایبشون چی هست؟ مهمترین عیبشون این هستش که اینها نیاز به فلوی بالا دارن تا اینکه این دارو دلیور بشه و حالا به قسمت‌های تحتانی‌تر برسه. پس مهمترین عیبی که توی دی پی آی ها وجود داره این هستش که اینا نیازمند فلوی بالای جریانی هستن. هرچند که توی این اسلاید هم به طور کامل توضیح دادم، فلوی جریانی که مورد نیاز هست برای استفاده از دی پی آی در حد 30 تا 120 لیتر پر مینت هست. در حالی که یک بچه که زیر 4 سال هست، یک فلوی حداکثری بخواد در واقع ایجاد بکنه 28 لیتر پر مینت خواهد بود. به خاطر همین توی مطالعه‌ای که انجام شده بود گفته شده که برای ایجاد فلوی بالاتر از 30 لیتر پر مینت حداقل سن مورد نیاز 4 سال هست و برای اینکه بالاتر از 6 لیتر پر مینت ایجاد بشه حداقل سن ما 9 سال خواهد بود. پس همینطوری که میتونید ببینید برخلاف استفاده از MDAI ها که موضوع مبحث بعدی هست و توی اکثر بچه ها قابل استفاده هست، مخصوصا با دمیار، درای پاودر اینهلر ها قابل استفاده در سنین پایین تر نخواهند بود که این به عنوان مهمترین عیب این داروها محسوب میشه. خب در مورد اینکه چگونه استفاده بکنیم، حالا من دو نوع فلکس هلر رو دیسک رو براتون آوردم. از آقای مهندس خواهش میکنم اگر ویدئوی یک رو آماده دارم پخش بکنن که خب اسلاید بعدی من در مورد نحوه استفاده از اینهاست، به خاطر اینکه اسلاید ها بارگذاری میشه جهت در واقع استفاده همکارا گفتم که داخل اسلاید هم اومده باشه، ولی میخوام که به شکل در واقع ویدئو پخش بشه و همه همکارا ببینن که نحوه استفاده از اینها چگونه هست. آقای مهندس اگه زحمتی نیست ویدیو یک رو پخش بکنید ممنون میشم. بله حتما. Hold the flex healer straight up. Rotate the cover and remove it. خب این یک فلکس هلر رو نشون میده. Rotate the brown grip in one direction. اول به حالت در واقع عمودی رو rotate the grip completely back in the other direction. You'll hear a click. یک پایه‌ای داره که اون رو میچرخه. Exhale away from the inhaler. بعد در خلاف جهت یک کلیکی رو احساس بکن. بعد تنفسش رو خارج می‌کنه. Hold the flex healer in a horizontal position. Keep the mouthpiece in your mouth and take a quick and deep breath. Hold your breath for 10 seconds. Exhale slowly through your mouth or nose. خانم دکتر میکروفون شما باز هست و ویس صدای اکو میشه، لطفاً از هدست استفاده بفرمایید. پش repeat 2 to 6 steps after 30 seconds if you need another dose. Close the cap. خب توی ویدئویی که شما مشاهده فرمودی نحوه استفاده از یک فلکس هلر بود که قبل از اینکه در واقع استفاده بکنه اول در پوش رو برمی‌داره، بعد اون قسمت پایه‌ای رو حتما در دو جهت باید بچرخونیم تا اون صدای کلیک رو احساس بکنیم.
صدا رو با کیفیت خوب دارید آقای مهندس؟ ببخشید قطع شد. بله بله، صدای شما کاملا با کیفیت هست. بله. بعد خب اون قسمت، این کلیک رو که احساس کرد بیمار، اون رو حالت هوریزنتال قرار میده و بین دوتا دندون قرار میده، یک حالت دم عمیق رو انجام میده. بعد از اینکه این دم عمیق رو انجام داد، دیوایس رو در میاره و تا 5 الی 10 ثانیه، خب حالا بعضی از رفرنس ها 5 ثانیه، بعضی میگن 10 ثانیه، نگه میداره و بعد تنفسش رو خارج میکنه. حالا اگه زحمتی نباشه آقای مهندس یک بار دیگه این ویدیو رو پخش کنید ممنون میشم. بله حتما. فرخان بهتون، شما یا از هدست استفاده بفرمایید یا میوت کنید که صدا اکو نشه. چشم. Hold the flexhaler straight up. Rotate the cover and remove it. Rotate the brown grip in one direction. Rotate the grip completely back in the other direction. You'll hear a click. Exhale away from the inhaler. Hold the flexhaler in a horizontal position. Keep the mouthpiece in your mouth and take a quick and deep breath. Hold your breath for 10 seconds. Exhale slowly through your mouth or nose. Repeat 2 to 6 steps after 30 seconds. If you need another dose. خب اسلاید ویدئوی بعدی که خدمتتون گذاشتم در مورد استفاده از دیسک هست، دیسک در واقع دیسکوس هلرها یا دیسکوس هست که نحوه استفادهش رو برای شما نشون میده. یک تو چون روی ویدیو موقعی که داریم صحبت میکنیم پخش اکو میشه، حالا احتمالا همکارا آزرده بشن، یه توضیح کلی بدم تا اینکه این ویدیو رو با هم دیگه تماشا بکنیم. خب توی دیسک ها هم اینجوری هستش که درب رو که اوپن میکنیم باز میکنیم، یک اهرمی داره که اون اهرم کشیده میشه، یک حالت کلیک احساس میشه و اینکه اون در واقع قسمت ماوسش دیده میشه و داخل دهن گذاشته میشه. همه اون مراحل مثل مراحلی هستش که توی فلکس هلر دیدید، یعنی یک تنفس عمیق انجام میدیم، هولدینگ رو انجام میدیم و سپس در واقع در میاریم. اگه آقای مهندس بتونن زحمتشو بکشن ویدئوی دوم رو هم پخش بکنن ممنون میشن. بله حتما. There are many kinds of inhaled medication that are called dry powder inhalers, and it's important for you to know if you or your child is taking a dry powder inhaler how to use it. You use it a little bit differently than you use wet inhaled medicines like I showed you before. This is one example of a dry powder inhaler, and with all of these they have a slightly different mechanism for loading, but there's some way that you load the dose, and in this case with Advair I open it up to show the mouthpiece, and I have a little trigger that I cock that opens a window where the medicine is stored. This dry powder inhaler has a dose counter, which is handy because it helps you keep track and make sure you never run out of medication. It's so important that you not run out of your child's asthma controller medicine, and it's very easy to request refills. Go to the contact section of this website to the pharmacy refill request section, and 24 hours a day, 7 days a week, you can ask us to get more medicine to help you control your child's asthma. All of these types of dry powder inhalers are controller medicines that you have to take regularly. Never reach for them in an asthmatic attack, but you always should remember to try to take them as part of your daily routine. Because Dr. B has asthma, I take this medication every single day, and I wanted to show you how to use it correctly. Speed is the most important part of taking this medicine. Because it's a dry powder, it will stick on whatever surface it first hits, whether that's your tongue, the roof of your mouth, or hopefully if it is your lungs. So when you use this, I always tell kids it's sort of like holding a hamburger. You want to hold it flat. If you tip it
towards the floor, all the medicine that you just paid for is going to fall on your toes. So instead, hold it flat like a hamburger, and then I'm going to show you how I empty my lungs. I put this in my mouth, and for me, it works much better if I plug my nose so that I am only inhaling through my mouth and really getting this deeply into my lungs when I take a puff. All right, so I'm going to empty my lungs, put it in my mouth, and seal my lips. And then the most important thing after you take any type of inhaler, you need to take some water, and if your child is old enough, they need to swish it and spit it out. The purpose of spitting out the medicine is so that anything that's left inside your child's mouth is gone, rinsed away, so that it doesn't cause thrush or cause sore throats or any of the other side effects that you can have from these medications. If your child is not old enough to swish and spit out, it's better to have them swish and swallow it rather than to just leave it in their mouth. خب از تو این ویدیو هم در مورد دیسک بودش که به طور کامل دیدید. مرحله آخر فقط مرحله اینو توضیح بدم که رینزینگ بود یا در واقع آبکشی بود که انجام شد به خاطر خب اون اوروفارنجیال دپوزیشنی که توی این داروها ایجاد میشه. توصیه میشه که بعد از استفاده از مصرف در واقع کورتیکواستروئید ها این کار انجام بشه. خب اسلاید های بعدی بنده هم همون در مورد نحوه استفاده از اینها هست و به طور به دیتیل خب دیسکلر ها رو دیسکوس رو فلکس هلر رو به طور کامل در واقع برای اینکه همکارا داشته باشن آوردن. مطلب دیگه ای ندارم. ممنون که تا این قسمت همراه ما بودید. امیدوارم که استفاده کرده باشید. با تشکر.